از اونجایی که مصرف آنتیبیوتیک ها برای طیور ممنوع شده و پرورش دهندگان طیور نمیتونن از آنتیبیوتیک ها استفاده کنن برای درمان بیماری های طیورشون، همه پرورش دهندگان به دنبال راه‌های چاره‌ای افتادن که من یک راه مناسب پیدا کردم و توی این ویدیو میخوام این راه مناسب رو بهتون توضیح بدم و خواص دیگه به غیر از آنتیبیوتیک بودنش خواص دیگرش هم بهتون بگم. استفاده از این ماده به صورت درست و به اندازه میتونه تقویت سیستم ایمنی رو همراه داشته باشه، افزایش وزنگیری رو داشته باشه و یه چند تا خواص دیگه ای که اونا توی پرورش بلچینتون یا پرورش دیگر تویورتون خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه و اگر از این مواد استفاده کنید و توی دون یا آبشون بریزید خیلی خیلی میتونه بهتون توی پرورش کمک کنه و باعث سود کردنتون بشه. از اونجایی که خیلی از افراد تا به محض اینکه اون مواد میگی سریع ویدیو رو میبندن و میرن، اما وقت این طرز فکر خیلی غلط و کاملا نادرسته، چون که شما وقت یه چیزی میخواید توی یه دونه که میخواید به طیورتون بدید، خب اون طیور یه ارزش رو واسه شما قائل باشید و اونها یه ارزشی واسه شما دارن تا بالاخره یه هزینه کردید تا اونا رو به اینجا رسوندید. نمیتونید بدون خبر داشتن از خواصی که داره و دیگه این مشکل که به وجود میاره اون مواد رو به دان یا آبشون اضافه کنید و برید و این کاملا غلطه و باید ابتدا خواصش رو بهتون بگم. واسه همین ابتدا خواص رو بهتون میگم، بعد میام مواد رو میگم، یعنی اون ماده که میگم توی این ویدیو میخوام معرفی کنم و میگم، بعد از اون مقدار مصرف رو میگم تا اون شخص آخر ویدیو بمونه و اون خواص و مقیه مواد رو بفهمه و اطلاع داشته باشه، چون اگر اطلاع نداشته باشه خب این واسهش اصلا خوب نیست. من توی چند تا ویدیو دیگه تست کردم و دیدم دقیقا همین صورته و ویدیو رو میبندن و میرن. برخی از خواص این ماده افزایش وزنگیری را افزایش راندمان وزنگیری است، کاهش چربی در لاشه که ما میخوایم بندازیم دور، یعنی اون چربی بیشتر به گوشت بلچین متصل هست دیگه، از اون اتصالش به پوست که جدا میشه از بدن اون طیور کم میشه و روی گوش چربی میشه و این خیلی خوبه. کاهش کلسترول در تخمهایی که میذارم که این مفید هست چون به مقدار لازم کاهش پیدا میکنه. تقویت سیستم ایمنی بدن طیور که موقع بیماری ها که میشه میتونه خیلی خیلی خوب باشه و اگر به مقدار مناسب مصرف بشه میتونه حتی اون بیماری ها رو درمان کنه. همونطور که اول ویدیو هم گفتم به عنوان آنتیبیوتیک هم میشناسنش، چون که هم تقویت میکنه، هم سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، همین که یه مقاومت ایجاد میکنه و اون آنتیبیوتیک کاری که آنتیبیوتیک میکنه رو این ماده هم انجام میده. همچنین باید بگم که برای افزایش وزن و کیفیت گوشت هم استفاده میشه این ماده و اینها خواص رایجش بود، شاید خواص دیگه هم داشت باشه و اگر خواص دیگه ای رو شما دیدید که داره و شما خبر داشتید حتما توی بخش کامنت ها واسم بنویسید. یه نکته دیگه هم بگم که اگر هنوز من از کانال من سابسکرایب نکردید، یک دقیقه وقت بذارید و چنل منو از طریق دکمه قرمزی که این پایین هست سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن که ظاهر میشه روی آل قرار بدید، چون که من وقتی ویدیوی جدیدی رو منتشر میکنم شما از طریق اون نوتیفیکیشن با خبر میشید. این ماده ای که تا حالا ما خواصش رو گفتیم زردچوبه هست، شاید باورتون نشه اما زردچوبه این خواص زیادی رو واسه طیور ایجاد میکنه و شما میتونید برای طیورتون از زردچوبه استفاده کنید. اما زردچوبه به دو طریق استفاده میشه، یکی زردچوبه پودری هست که توی دان میریزیم و یکی زردچوبه میجوشونیم و توی آبشون میریزیم. اگر بخواید از زردچوبه پودری استفاده کنید و بخواید توی دانشون بریزید، باید به مقدار 5 کیلو در 1 تن و 5 گرم
در 1 کیلو و 50 گرم در 10 کیلو و همین صورت یه جدول تناسب ببندید و حساب کنید که در مثلا 100 کیلو چقدر باید بریزید. همچنین همونطور که گفتم میتونید از طریق دم کردن اون زردچوبه بهشون این خواص زردچوبه برسونید که به مقدار 5 گرم در 10 لیتر آب باید بهشون بدید. و همچنین بهتون بگم که این روش دم کردن مورد پیشنهاد من هست، چون که اگر توی دان بریزید ممکنه اگر میکسر درست نداشته باشید و اگر به دان اضافه کنید و میکسر درست نداشته باشید ممکنه که واسه تورتون مشکل پیش بیاد و اگر درست میکس نشه اون دان خراب میشه و ممکنه ضرر واسه شما پیش بیاره. خب حالا ما خواصی که داره رو گفتیم، مثل تقویت سیستم ایمنی و افزایش وزن‌گیری و اینا، حالا میخوام یه بیماری هایی که درمان میکنن رو بهتون بگم تا از اینها هم اطلاع داشته باشید که اگر تویتون این بیماری ها رو گرفت میتونید از زردچوبه هم واسه شون استفاده کنید. اکثر بیماری هایی که بلچین دوچارشون میشه از طریق مسمومیت کبدی هست و زردچوبه هم دقیقا همین مسمومیت ها رو رفع میکنه. همچنین یه خبر خوب دارم برای کسایی که تویرشون به استرس گرمایی دوچار هستن و استرس گرمایی دارن، این زردچوبه استرس گرمایی رو هم تا حد زیادی رفع میکنه و میتونید از زردچوبه اگر استرس گرمایی دارن یا استرس گرمایی به وجود اومد اون زردچوبه رو استفاده کنید و استرسش رو تا حد زیادی کاهش بدید. زردچوبه در رشد طیور اثر میذاره و رشدشون رو افزایش میده و باعث میشه که بعضا زودتر به زمان کشتار هم برسن، یعنی مثلا توی 40 روزگی شب به زمان کشتار برسن. و خواص دیگه هم که داره ضد کوکسیدیوز هست که این ضد کوکسیدیوز اکثرا توی دان ها میریزن و اگر خودتون دارید دان رو میسازید میتونید که دیگه اون ضد کوکسیدیوز رو نریزید یا کمترش کنید و از زردچوبه استفاده کنید، چون زردچوبه خودش یک نوع ضد کوکسیدیوز هست که اگر نمیدونید بیماری ضد کوکسیدیوز چی هست، من یه ویدیو در آینده واسهتون میسازم تا باخبر بشید و بدونید بیماری کوکسیدیوز چی هست و چه اتفاقی میفته و راه درمانش چیه که یکیش همین زردچوبه است. همونطور هم که گفتم سیستم ایمنی هم افزایش میده و به سیستم ایمنی قدرت میده تا بتونن با بیماری ها مقابله کنن و توی بیماری ها تلفات کمتری بدید و ضررهای کمتری بکنید. اگر هنوز کانال من سابسکرایب ندارید یک دقیقه وقت بذارید و چنل من از طریق دکمه قوضی که این پایین هست سابسکرایب کنید، چون یک سری از ویدیوهایی که من منتشر میکنم روی فقط سابسکرایبر ها تنظیم شده و فقط کسایی که اون دکمه رو زدن میتونن از اون ویدیو استفاده کنن و این ویدیو رو من خصوصیش کردم تا شما بتونید فقط کسایی که سابسکرایب کردن استفاده کنن. همچنین زنگولم روی آن قرار بدید تا وقتی من ویدیوهای جدیدی براتون منتشر کردم شما باخبر بشید. من یه ویدیو ساختم در مورد اینکه چجوری بلچینامونو از ویتامین بی نیاز کنیم که میتونید ببینید. ویدیو خیلی خیلی ویدیو خوبیه. سبک ویدیوش مثل همین ویدیویی که الان دیدید هست و یه ماده اضافی بهتون معرفی میکنم که میتونید به دان تویرتون اضافه کنید و خواص خیلی خیلی زیادی داره و ماده مفیدی هست. پرسید و پادرمت باشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.